سلام جمعه 22 اردی بهشت 1402 دوازده میه 2023 میلادی ابتدا نکته ای رو ارز کنم در پاسخ بعضی دوستان که پرسیده بودند اهمیت سند جلسه هفته دیماه مسئولین اطلاعاتی با خامنه ای چقدره و چرا من به اون چند برنامه متوادی است که میپردازم باید بگم این سند از زوایای مختلف و اخبار و اطلاعاتی که در اون هست حائز اهمیته ولی از یک نکته دیگه هم باید یاد کنم و اون اینکه چنین سندی و همینطور سند قبلی از جلسه فرماندهان سپاه با خامنه ای ما رو کمک میکنه که رژیم رو که با او در حال مبارزه هستیم بهتر بشناسیم سنتزو استراتژیست معروف که به پدر استراتژی نظامی معروف ژنرال چینی که در قرن شش پیش از میلاد کتاب هنر جنگ از او به یادگار مونده در فرازی از این کتاب میگه اگر خودت رو خوب میشناسی دشمن رو هم خوب میشناسی به جنگ برو در صد جنگ پیروز خواهی شد ولی اگر خودت رو میشناسی و دشمن رو نمیشناسی ممکن است پنجاه پنجاه پیروز یا شکست بخوری و اگر نه خودت رو خوب میشناسی و نه دشمن رو خوب میشناسی اون وقت مشارکت و شرکت در جنگ حاصلی جز هدر دادن خونها نخواهد به همین دلیل بسیار اهمیت داره در مبارزه که ما با رژیم داریم ضمن شناختن امکانات، توانایی ها و قدرت های خودمون در این مبارزه امکانات، مشکلات، توانایی ها و ناتوانی های رژیم رو هم بشناسیم برای اینکه با چشم باز و با بصیرت با تکیه به ضعف های رژیم و قدرت های خودمون بتونیم مبارزه کنیم اما فراز دیگری که از این جلسه میخوام به اون اشاره کنم اشاره است که یکی از حاضرین در جلسه به ترور خامنه ای میکنه که چهار بار در همین اخیر اتفاق افتاده و او میگه که سه موردش داخلی بوده وقتی که ترور خامنه ای سه موردش داخلی باشه یعنی از درون سپاه ولی امر که مسئولیت حفظ جان او رو به داره باید این ترور برنامه ریزی شده باشه در جریان انقلاب زن زندگی آزادی شاید حدود ماهای آبان بود که شنیدیم خامنه ای به صورت نامحسوس داشته تردد میکرده او رو شبانه ببرند تا پشت صد لطیان و اون جایی که براش تدارک کردند اما ماشین گشتی که جلو میرفته تشخیص داده که بمب کنار جاده ای نصب شده و دستور برگشت میدن و با بدبختی خامنه ای رو دوباره به پاستور برمیگردونن کارگذاشتن بمب کنار جاده ای در مسیر تردد نامحسوس که هیچ کس جز افراد درون سپاه ولی امر نباید از اون خبر داشته باشن نشون میده که بحث ترور خامنه ای از درون محرمترین جای او گارد ویژه او هم شکل میگیریم به این دلیله که دیکتاتور و این زحاک ابلیس زمان حتی از سایه خودش هم میترسه در همین فراز هم صحبت از ترور رئیسی در مشهد میشه که در آخرین لحظه کشف میشه و ترور علم الهدا بسیاری ترورهای دیگه هم در درون حکومت هست ولی در بالاترین رده ها وقتی این اتفاق میفته کاملا نشانگر تضادهای درونی رژیم و مسائلی که در درون حلقه های درونی اون میگذره همچنین ترور قاضی منصوری قاضی که به خارج از ایران اومد و ادهی از وکلای ایرانی از جمله آقای دکتر کاوه موسوی دنبال بازداشت او بودند و حکم بازداشت او رو در آلمان گرفته بودند که اگر پاش به آلمان می رسید بازداشتش کنند در رومانی ترور شد در همون موقع این معما بود که اهمیت این آدم در چی بوده که ترورش میکنن به جای اینکه برش گردونند به ایران اکنون با این صورت جلسه معلوم میشه که او از مسئله کشتن و قتل هاشمی رفسنجانی اطلاعاتی داشته که باند تائب و سازمان امنیت جدید دور مشتبا خامنه ای که عامل کشتن هاشمی بودند میخواستند که او رو سربنیست کنند چون به احتمال زیاد اساسا سفر او سفری بوده که میخواسته به ایران بر نگرده اما مطلب دیگه ای که در این سنت هست نقش قاسم سلیمانی در سرکوب مردم در سال 98 به گفته کسانی که در این جلسه صحبت کردند تئوری قاسم سلیمانی این قاتل و جانی و تروریست و علیه مردم ایران این بوده که خیابانهای ایران باید امن باشه تا او بتواند در منطقه نیروهایی که آرایش داده رو به اطاعت از خودش بخونه و بتواند اونها رو هدایت کنه به همین دلیل هم قاسم سلیمانی نیروهای هشت و و حزب الله و احتمالا چند جای دیگر رو در آبان 98 به ایران آورده کسی که وعده داده بود تا 60 هزار نیروی آدم کش و سرکوبگر از تروریست های منطقه رو در صورت لزوم میتونه بیاره به جان مردم بندازه و همون موقع شنیدیم که در ماه شهر عامل به رگبار بستن مردم هشت و شعبی و نیروهای عراقی بودند و همینطور در تهران بارها شنیدیم که سرکوبگران با عربی با هم حرف می زدن و چکمه نجس نیروی خارجی رو قاسم سلیمانی روی خاک پاک ایران گذاشته همچنین زدن هواپیمای اوکراینی که مشورت الکساندر دورنیکوف بوده کسی که همتای قاسم سلیمانی در سوریه بوده و ایران رو بعدا به جنگ اوکراین هم کشونده اه اه مسئله هاجیزاده فرمانده هوافضای سپاه مطرح میشه که او هم در این جنایت دخیل بوده یکی از اعضای جلسه کمال ارجمندی که از بخش برون مرزی اطلاعات سپاه هست رسما در این جلسه سلیمانی و هاجیزاده رو متهم میکنه که مردم رو با نظام درگیر کردند و میگه برادران نیروی قدس باید جواب خونهای مردم در سال 98 رو بدن و گردن اونهاست و میگه که وقتی از نیروی خارجی برای سرکوب استفاده میشه جواب مردم چیزی جز فاصله گرفتن از نظام نیست در واقع در این جلسه بسیاری از کسانی که صحبت کردند آبان 98 و کشتار مردم رو نقطه عطفی میدونند که مردم از نظام جمهوری اسلامی فاصله میگیرند و بالکل در واقع در یک سمت مردم ایران می ایستند و در سمت دیگه خامنه ای باند جنایتکار او و مافیای حاکم بر کشور اما امروز جمعه در زاهدان جمعه خونین و جمعه اعتراضی دیگری شکل گرفت مولوی عبدالحمید با اشاره به جمعه خونین زاهدان عنوان کرد که نه فقط عاملان بلکه آمران اون کشتار هم که بیش از 100 نفر از هموطنان بلوچ ما به خاک و خون قلطیدند باید محاکمه بشه مردم در زاهدان در خاش تظاهرات اعتراضی داشتند و در زاهدان شعارهای سفره ما خالی خامنهی جانی مرگ بر جمهوری اعدامی فرق فساد گرونی میریم تا سرنگونی سر داده شد در بازی پرسپولیس با گل گوهر تماشاگران از علی کریمی یاد کردن و او رو تشویق کردن موضوعی که تقریبا در هر بازی پرسپولیس تکرار میشه و بسیار بجاست که استدیوم ها مراکز تجمع در هر رشته ای از افراد اون رشته یاد کنن آنچنان که در گذشت حسین زمان خواننده معترض و مردمی باعث شد که تشیه جنازه او به صحنه ای تبدیل بشه که بسیاری مردم شرکت کردند از او تجلیل کردند و دختر او که بدون حجاب اجباری ظاهر شده بود هم یاد این پدر همراه مردم رو گرامی داشت اما مهدی غزنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی عنوان کرده که از 150 میلیارد دلار موجودی این صندوق 100 میلیارد دلار رو دولت ها تا به حال برداشتن و خوردن و 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده تنها 10 میلیارد موجودی هست البته گفته میشه اون 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری هم به دست آغازاده ها رسیده و راه بازگشتی برای اون نیست چه بسا بعضی از اونها همین الان حیف و میل شده از جمله مثلا در کشور کنیا سرمایه گذاری شده که هیچ جوری بازگشت نخواهد داشت و از این ده میلیارد دلار هم که آقای غزنفری میگه آمار درونی نشون میده عدد کمتر از این و حتی حدود کمتر از 8 میلیارد دلار باقی مونده کافیس این صندوق ذخیره ارزی رو با دیگر کشورهای نفتی مقایسه کنیم در نروژ صندوق ذخیره ارزی اونها از یک تریلیون دلار گذشته موجودیش و کماکان هم با سرمایه گذاری های درست افزایش پیدا میکنه در اکثر کشورهای عربی نفخیز هاشی خلیج فارس اعداد صندوق ذخیرهشون بالای نیم تریلیون دلار رسیده و باز هم در حال زایش و افزایش هستش و پشتوانه برای نسل های آینده خواهد بود دانشگاه تهران به دلیل نپرداختن بدهی ها به پایگاه های علمی جهانی رابطش با این پایگاه های علمی در دنیا قطع شد اما جناب الخزعلی رهبر اصائب اهل حق در عراق که یکی از سازمان های اصلی ایجاد شده توسط قاسم سلیمانی و نیروی قدس و پول مردم ایران صرف اون میشه اظهاری رو کرده که در واقع میشه گفت یک سور زده به امثال علم الهدای و صدیقی و دیگر امام جمعه ها و اطرافیان خامنه ای در ایران او اظهار فرموده که ترور حضرت علی کار موساد اسرائیل بوده و قطامه عامل مصاد بوده که ابن ملجم رو تشویق کرده علی رو ترور کنه مردم اراق در شبکه های اجتماعی حسابی او رو دست انداختن به امید پیروزی ایران و ایرانی